سلام برادر، امروز میخوام در مورد اولین خونه ای که توی کانادا گرفتم صحبت بکنم و خدمتتون توضیح بدم و کلی نکته خدمت بگم. این در واقع اولین خونه ای هستش که من توی کانادا گرفتم. یه بچلر ساده، صوفا، تخت خواب، آشپزخونه، نور یوتیوب، خدمت شما ورودی و این ورم میز تلویزیون و میز کار و اون ورم میشه به قولی تخت خواب و صوفا و همین مباحث دیگه. خیلی خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، خیلی متشکرم، به امید موفقیتتون. See you in the next one. نه حالا شوخی میگم، میخواستم یه سری نکته خیلی مهم بگم. من حقیقتش الان رفتم برای بحث اسباب کشیم که خب 7 روز دیگه میخوام اسباب کشی بکنم. رفتم کلی وسایل گرفتم، کارتون گرفتم و اینا که حالا توضیح میدم چقدر خونه خریدن اینجا داستان داره. اصلا انقدر داستان داره باورت نمیشه. حالا همه رو خدمتتون توضیح میدم تو ویدیو مجزا. هفته آخری هستش که توی این خونه هستم، به خاطر همین رفتم یه سری وسایل گرفتم، کارتون و اینا. میخواستم امشب یه سری از وسایل رو جمع بکنم. قبلش گفتم یه مقدار در مورد این خونه ها توضیح بدم خدمتتون، یه سری نکاتی که واقعا متفاوت است. البته قبلا ویدیو ساختم در مورد اجاره خونه، ولی الان میخواستم اول خونه رو اول نشونتون بدم، بعد یه سری نکات بگم که حواستون باشه اگر میاد یه کشوری مثل کانادا، آمریکا، حتی کشوری اروپایی توی اجاره کردن خونه یه سری نکات رو دقت بکنید. حالا بریم خونه رو خدمتتون نشون بدم. خب خیلی سریع من می‌خواستم این خونه رو خدمتتون نشون بدم. نکنه خونه‌ها اینجا اصولاً اکثرشون از در که وارد میشی یه سری کمد دارن. یه سری از این کمدها رو بهش میگن واکینگ کلازت. مثلا این کمد سمت چپی واکینگ کلازت، اگه بازش بکنید کلاً می‌بینید که مثلا میتونم مثلا برم توش جا میشم. حالا این خیلی واکینگ کلازت بزرگی هم نیستش، تازه از این چیزای قدیمی است. اینجوری می‌کشن، اینا هم داره. خب این کمدها رو که هیچی. بعد کلا به اینجا میگن بچلر، یعنی استودیو یا بچلر، یعنی اتاق خواب به اون صورت نداره. همونطور که میبینید وقتی وارد میشی پذیراییش هستش و بعدم خود اتاق خوابش در واقع اون پشت هستش. من خودم همیشه اینا رو دوست داشتم برای یه زندگی دانشجویی فوق‌العاده است. حالا توضیحش رو خدمتتون میگم. خب من اینجا رو سعی کردم خیلی مثلا سیستم رو ایرانیش بکنم، فرش بندازم مثلا زیر به قولی میز کارم فرش بندازم. اولین باری که داشتم مثلا تلویزیون و به قولی میز تلویزیون و اون برم میز کارم و همین اینجا هم یه صوفای. حالا من کلا عشق این ال رو دارم به خاطر اینکه اینجا میتونم لم بدم، پامو بلند بکنم. میز کارم هم که قبلا دیدید در موردش صحبت کردم، وسایلی که گرفتم. راستی لینک همه وسایل میز کارم من زیر ویدیو گذاشتم. خیلی تحقیق کردم که چی بگیرم برای به قولی وسایل میز کار. اینا بهترین چیزایی بود که میتونستم پیدا بکنم. همشون هم سعی کردم انصافا جنسای خیلی خوب و با کیفیت بگیرم، از این مانیتور کرو گرفته تا حالا چه میدونم این وسایل این رو و این بچه‌م که اینو دیدید؟ نبندید ویدیو رو، خدایش نبندید، دیسلایک هم نکنید. خدمت شما عرض شود. خب قبل از اینکه بریم بقیه نشون بدیم، من ویو بیرون هم نشون میدم. حالا الان شبه، خیلی شاید معلوم نشه بیرون، ولی من واقعا اینجا رو دوست دارم. در مورد اینکه چرا اینجا رو گرفتم و داونتاون بودنش و اینا هم توضیح میدم. و همونطور که میبینید پشتش مثلا حالات تخت خواب میشه، یعنی همین. حالا من اینجا رو به عنوان خونه دانشجویی دوست داشتم، بخاطر اینکه میتونستم برم راحت رو تخت بخوابم و بعد این تلویزیونی که الان پشتم هست، من اونجا تو آینه باید بتونید ببینید، راحت میتونستم ببینم. و اینکه میگم خیلی سعی کردم اینجا رو مثلا ایرانیزش بکنم. اما حالا یه مقدارم بریم آشپزخونه و ایناشو نشونتون بدم. خیلی کوچیکه ولی خیلی باحاله. حالا میگم من سعی کردم خیلی اینجا رو مثلا وسایل به قولی یه ذره سعی کنم شیکش بکنم. مثلا این آباجوری که گرفتم میاد مثلا روی صوفا پوشش میده، یا مثلا این آینه ای که دورش اینجوری از این لایت ها داره، جنگولک بازی های اینجوری. ولی حالا خیلی خونه های اینجا دیسلایک نکنید، تا الان دیسلایک از دیسلایک نکنید، اطلاعات خوبی میدم. شما هر شبت که بعد اینم آشپزخونه شه که یه ذره بذارید دلتون آب بندازم. حقیقتش این آشپزخونه شه. اول با قیمه شروع میکنیم. یکی از دوستان لطف کرده برای من قیمه آورده. بله. و خب آشپزخونه اینجا میدونی یه مقدار مثلا کابینتش اینا قدیمیه، ولی خب بد نیستش. اجاقای اینجا یکی از نکاتی که میخواستم بگم، اکثر اجاقایی که تو کانادا هست با گاز کار نمیکنه، با برق کار میکنه.
چون گاز خیلی وقتا اینجا گرونه، مثل ایران نیستش که گاز ارزون باشه، ولی خداشو خونه جدیدی که گرفتم با گازه. اینم که حالا وسایلیه که دارم تو آشپزخونه. یخچالم خیلی انتظار یخچاله لاکچری که توی ایران مثلا میبینید اینجا نداشته باشید. البته باز خدا رو شکر با اینکه این خونه اجاره بود، ولی یه یخچال نسبتا خوب برای من گذاشته بود. اما بریم یه سری اطلاعات خیلی مهم در مورد این خونه بهتون بدم. او قبلش اینم بگم، اسکوترم هم احتمالاً دیدید تو ویدیوهای مختلف، یکی از بهترین خریداییه که من کردم تو عمرم. یعنی مطمئنم تو کانادا کلا این اسکوترها خیلی بیشتر میشه. کلا بحث خودروی الکتریکی که زیاد شده، این اسکوترها مطمئنم خیلی بیشتر. همین الان تو شهر پره، ولی تو سال آینده خیلی خیلی بیشتر هم میشه. خب اما بذارید اینو بذارم خدمتتون اینجا. سرور گرامی که شما باشید، خدمتتون عرض بکنم که اینجا مرکز شهر یا داونتاونه. خب اصولا داونتاون گرونترین زمین‌ها رو داره با ایران فرق. ایران مثلا شما میگی آقا خب الهیه و فرشته و اینا خیلی گرونتر از مثلا میدون ولیعصره، اما اینجا برعکسه. اینجا داونتاون چون همه جای تجاری، اداری، پاساژا یه تمرکزی وجود داره، شلوغی شهر توی داونتاونشه، توی مرکزشه. و اینجوری هم نیست بری بالا مثلا بشه بالا شهر، بیا پایین بشی پایین شهر، چپ راست شرق و غرب، ولی خیلی بالا شهر و پایین شهر معنی نداره. ولی داونتاون اصولا گرونه و زمین توی داونتاون چون زمین کم هستش، چون ساختمان‌ها خیلی نزدیک به همن، خیلی گرونتر هستش و اصولا آپارتمان و حالا اینجا اصطلاحاً بهش میگن کاندو، تو ویدئوی قبلی یه مقدار توضیح دادم، وقتی دور میشی میشه هاوس و خیلی فاصله دارن با هم، خیلی گل و گشاد و به این صورت هستش. توی داونتاون اصولا اکثر بچه‌ای که دانشجو هستن سعی میکنن نزدیکتر باشن به داونتاون، چون خیلی وقتا دانشگاه ها نزدیک داونتاون، البته همیشه نه، یا مثلا کارشون نزدیک داونتاونه، یا میخوان مثلا ماشین نخرن. خب یه مزیت، شما داونتاون یه مقدار کرایه بالاتر میدی هرچی به مرکز شهر نزدیکتر باشی. میگم مثلا فرض کنید به ولیعصر، میدون ولیعصر نزدیکتر باشی، کرایه بیشتر میدی نسبت به مثلا بالا شهر، ولی خب ماشین دیگه نمیخواد چون همه چی دور و برت هست. من الان دم در خونم میرم بیرون، داروخونه روبرومه، مثلا چه حال ال سی بی او کسی مثلا میخواد مشروب بگیره اون ورشه، به قولی سوپرمارکت حالا ما اینجا بهش میگیم فارم بوی این وره، بعد دالراما که چیزای ارزون دم دستی میشه ازش خرید، همه چی، بعد همه رستورانا، بارا، کلابا، همشون توی داونتاون هستن. اکثرا آخر هفته همه افراد میان سمت داونتاون برای خوشگذرونی. یه مقدار در مورد قیمت ها هم توضیح بدم. من اتاوای کانادا هستم که پایتخته. من اینجا رو نسبتا واقعا خوب گرفتم. من اینجا رو 800 و تقریبا 900 تا اجاره میدم. 900 تا اجاره ماهانه هستش، اجاره ای هم که میدم ماه به ماه. یه نکته بگم، خیلی از بچه‌ها نمیدونن توی کانادا یه قانون جالب وجود داره، قانون که یعنی عرفه، یعنی کلا اینجوریه اجاره. سال اول شما اجاره میکنید، 12 ماه مثلا قرارداد داری اجاره است، از ماه 13 هم هر ماهی بخوای میتونی پاشی. یعنی اینجوری نیستش که یه سال تموم شد دوباره یه سال قرارداد داشته باشی، از ماه 12 به بعد دیگه ماه به ماهه. بخاطر همین شما میتونی وسط مثلا زمستون پاشی یه جای بهتری بیاری بری. بخاطر همینه تو زمستون خیلی خونه‌ها یه دفعه خالی میشه، بخاطر همین صابخونه برای اینکه خالی نمونه با یه اجاره بهتری میده. اگر میخواید، من همیشه به بچه‌ها میگم اگر میخواید خونه بگیرید و تابستون میاد برای شروع ترم تابستون، سعی کنید یه جای موقت بگیرید، توی زمستون دنبال جای ارزون خوبی، یه دفعه جای خیلی خوبو میتونید مثلا 200-300 دلار ارزون تر بگیرید. که حالا میگم 900 دلار برای یه استودیو با این امکانات توی مرکز شهر، من مرکز شهر هستم، واقعا گیر نمیاد. به خاطر اینکه این ساختمون یه مقدار قدیمی تره، ولی خب توی واحدش دیدید، واحد تمیزی. البته خب منم واقعا در و دیوارشو ساویدم، اینجوری تمیز شده، این شکلی نبودش. باور کنید من دیوارا رو با کف شستم، اولش که اومدم کف گرفته بودم اینجوری میشستم. ولی همچین جایی رو تو تورنتو کانادا یا تو ونکوور راحت باید مثلا 1400-500 دلار کانادا پول بدید. حالا 1400 بگیم مثلا، یه خوابه بشه میره رو 1700-800. توی اتاوا اگه بخواید یه خوابه بگیرید مثلا میشه چقدر؟ میشه 1300-400-500. میگم توی تورنتو مثلا، حتی نه تورنتو داونتاونش میره بالای 2000 تا یه خوابه. میگم قیمت های تازه اتاوا ارزون تر. اگه شهرهای خیلی دانشجویی تر باشه مثل واترلو، مثل همیلتون، مثل کینگستون، مثل لندن، اینا شهرهایی هستن که یه مقدار دانشجویی ترن، یه مقدار قیمتشون حتی از اتاوا هم کمتر. اگر برید استاد کبک، مثل مونتریال، مثل کبک سیتی، اونا هم یه مقدار ارزون ترن، کلا فرانسوی زبان ها ارزونن.
بعد یه مقدار دیگه بذار یه سری نکات دیگه در مورد این خونه ها بهتون بگم. اصولا اجاره رو اجاره ماه اول ماه آخر ازتون میگیرن، ماه آخر هم به عنوان دیپوزیت ازتون میگیرن که داشته باشن. البته خونه من نداشت. یه نکته خیلی مهم، پول اجاره رو گفتم من 900 دلار اینجا اجاره میدم. اینترنت رو مثلا از یه شرکتی گرفتم به نام ویرجین. اینجا دو سه تا شرکت هستش که خیلی شرکت های خفنن، بلو مثلا، راجرز و تلس با شاه. اینا مثلا شرکت های خیلی با کلاستر و خیلی خفن‌ترن. بعد یه سری زیرمجموعه دارن. این شرکت با کلاس خب گرون‌ترن. مثلا اینترنت اگه اونو می‌خواستم بگیرم بعد 70 80 دلار میدادم، ولی من 35 دلار میدم با شرکت ویرجین که تازه زیرمجموعه یکی از همین شرکت‌ها، زیرمجموعه بله، یعنی مثلا سیم کشی اینجا برای بله 35 دلار میدم. 35 دلار سرعت 100 مگابیت میگیرم که دانلودش تقریبا مثلا میشه 12 اینتر. حالا ممکنه بگی 100 مگابیت خیلی زیاده، نه 100 مگابیت 50 و 100 دیگه تقریبا کف سرعت است. اکثر مثلا خیلی از خونه ها الان اونایی که فیبر نوری دارن 500 مگ 1000، من 1.5 گیگ هم دیدم، 1.5 آره 1.5 گیگ هم من دیدم بعضیا میگیرن. حالا من خونه جدید سرعت بالاتر میگم، اینجا جواب نمیدم اونجا میگیرم برای اینکه آپلود ویدیو توی یوتیوب راحت تر باشه. یه 35 دلار پول اینترنت میدادم. خونه ها آب و برق و گاز رو باید در نظر بگیرید. اصولا آب و گاز توی کرایه هست، یعنی مثلا این خونه ای که من گرفتم، دوباره تلویزیون اینجوری شد. امیدوارم ویدیو رو تا الان لایک کرده باشید. اگه احساس کردید به درتون میخوره عضو کانالم، اگر نشوید عضو بشید دیگه، خدا وکیل دمتون گرم. انرژی زده بالا این روزهای آخر. خدمت شما عرض شود که آب و برق و گاز، اصولا آب و گاز توی کرایه‌تون هستش، ولی برق و اصولا باید پولش رو خودتون بدید. یک نکته بسیار مهم، اگر دانشجو هستید، آمریکا هم این برنامه رو میدونم داره، ولی کانادا همه استانش این برنامه رو دارن. یه برنامه‌ای هستش برای لو اینکام، چون دانشجو هستید، چون حقوق چندانی ندارید، پول برقتون هم درخواست میدید، ماه به ماه یه دونه به صورت یارانه برق بهتون میدن، یعنی پول برقتون کم میشه، تازه یه مقدارم براتون میمونه برای ماهای بعدی. من چون اون موقع دانشجو بودم اپلای کردم و پول برقم الان همچنان با اینکه سر کار میرم هنوز کم هستش، ولی خب دیگه خونه جدید دارم دیگه نمیتونم اپلای کنم چون دیگه درآمدم رفته بالا. پس این رو هم اگر میتونید با صابخونه هاتون چونه بزنید که پول برق توی کرایه‌تون باشه. اگر توی کرایه‌تون نبود و دانشجو بودید، میتونید از این مثلا توی استان ما بهش میگن Ontario Electricity Support Program یه همچی چیزی. بعد پس آب و گاز هم که توی اجارتون هستش، آب و گاز خیلی مهم نیست. فقط یه دقتی هم بکنید ببینید که سیستم مثلا گرمایشتون گاز، برق، مثلا اگه سیستم گرمایشتون برق، مثلا تابستونا پول برق من بیشتر میاد. چرا؟ من چون کولر گازی داشتم، کولر گازی هم خیلی برق میکشه. قبض تابستونا مثلا میشد 70 دلار، قبض زمستونا میومد روی میاد روی 30-40 دلار، ولی خب اونم میگم اون چیزه پوشش میده، ماهی 45 دلار کردیت بهم میدادن، اونو همه رو پوشش میداد. دیگه چی بگم؟ یه نکته هم بگم شما به عنوان که شما به عنوان مستأجر باید برای خونتون بیمه هم بگیرید. من بیمه اینجا تقریبا ماهی 20 دلار میدادم، ولی خب اگه یه هاوس گنده باشه، خب هاوس جدیدی که دارم میرم مثلا 125 دلار، خب به هر حال یه خونه گنده است. اینجا به عنوان مستأجر شما 20 نهایت 30 دلار هم پول بیمه ماهانه باید بدید. پس بیمه رو گفتم 20 دلار، اینترنت رو گفتم 35 دلار، پول برق رو گفتم نمیدم، ولی پول برق اصولا یه همچین جای کوچیکی 30 دلار 40 دلار 50 نهایت دیگه 60 دلاره. اجاره هم که گفتم 900 دلار، ولی این واحد الان من پاشم، البته من دادم به یکی از دوستان که اون بگیره با همین قیمت. یه کاری هم میتونید بکنید، حواستون باشه وقتی یکی داره پا میشه میتونه خونه رو بده به نفر بعدی با همون قیمت یا یه افزایش خیلی کم. اگه من پا میشدم و نمیدادم به یه نفر دیگه که میشناسمش، صابخونه میتونه کرایه رو خیلی ببره بالا، مثلا این 900 تا رو میکرد 1000-1100 راحت. تا دنبال اینم بگردید اگر میخواهید اجاره کنید تو کانادا. ببین میتونید اصطلاحا بهش میگن لیز تیک اوور، یعنی اجاره رو شما تیک اوور میکنید، به عهده میگیرید. اینم نکته مهمیه. یه نکته نهایی هم بهتون بگم، این خونه ها اصولا پارکینگ روش نیستش. الان اگه بخواید توی داونتاون و اتاوا پارکینگ ماهانه بگیرید، مثلا باید 200-250 دلار هم پول پارکینگ بدید، یا اگه مثلا انباری بخواید باید یه پول اضافی هم برای انباری بدید. خیلی یه سری ساختمون هم نمیگم پارکینگ هم روشه، بستگی داره، ولی اصولا اینا همش جداه. اگه بتونید یه دیل خوب گیر بیارید همه اینا توش باشه.
در نهایت خیلی انتظارتون از خونه های اینجا بالا نبرید، خیلی از خونه هاش قدیمیه. میگم مثلا شما همون مثالی که زدم میدون ولیعصر یا مثلا چه میدونم چهارراه انقلاب، خیلی از خونه هاش قدیمیه. البته خب خیلی از آپارتمان ها هم جدید دارن میسازن، ولی کلا اینجا تو کانادا اینجوری نیست 10 15 سال یه بار خونه رو بکوبن از اول بسازن. خونه ها مثلا 40 سال 50 سال 60 سال، این خونه فکر کنم قشنگ 60 سال قدمت داره. خیلی توقعاتو بالا نبرید، یه خورده خودتون آماده کنید برای اینکه انتظارتون یه ذره بیارید پایین‌تر. وقتی انتظارتون پایین‌تر باشه کمتر ناراحت میشید اولش. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. من دیگه الان شروع میکنم پک کردن وسایل، توی ویدیوهای بعدی قطعا خونه جدید رو توضیح میدم، خرید خونه چقدر داستان داره رو توضیح میدم. دمتون گرم، به امید موفقیتتون. بهواشم یه ذره انرژیم بالاست بخاطر اینکه کلاً ذوق دارم و کارو خوب داره پیش میره. البته با سرویس داره میکنه و پیش میره، ولی خب پیش میره خدا رو شکر. به امید موفقیتتون. سی یو ان دی نکست.